به نام خداوند جان و خرد، سلام، شبتون بخیر. به گفتگوی ویژه خبری خوش آمدید. خب امسال به نام سال رونق تولید نامگذاری شده. وقتی از تولید صحبت میکنیم داریم در مورد یک علاقه، یک انتخاب و یک در واقع عشق صحبت میکنیم. بعضی ها این روحیه رو دارن، وارد عرصه تولید میشن و خودشون رو آماده مبارزه با تمام مشکلاتش میکنن. خاص ایران نیست، در تمام دنیا تولید یک کاری دشواره و به هر حال باید برای تولید کردن و برای بقا و برای بازار جنگید. ما امشب یک مهمان از دولت داریم، یک مهمان هم از بخش خصوصی و میخواییم ببینیم که چه کار باید کرد که انگیزه تولید در کسانی که سرمایه خرد دارند و یا به هر حال سرمایه دارند افزایش پیدا بکنه. همینطور ببینیم که برنامه های وزارت صنایع برای سال رونق تولید چیه و آیا بخش خصوصی این برنامه ها رو قبول داره یا پیشنهاد بهتری داره. مهمانان رو خدمتون معرفی میکنم. جناب آقای مهندس مقینی، معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن تجارت، و جناب آقای دکتر صلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، که خدمت هر دو بزرگوار سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید. البته تلفنی هم با آقای سهلابادی، رئیس خانه صنعت و معدن هم در ارتباط هستیم. خب آقای صلاح ورزی، بریم از شما شروع کنیم. البته امسال تنها سالی نیست که نامگذاریش بر اساس تولید بوده باشه. ما در سالهای گذشته هم مستقیم و غیر مستقیم نامگذاری ها و حرکت دولت بر اساس رونق تولید بوده. حالا سوال اینه که امسال چه کار بکنیم که در حد شعار باقی نمونه و یک نتیجه ملموس از تلاش های دولت برای رونق تولید به دست بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما جناب آقای مقیمی و همه بینندگان خوب این برنامه. ابتدا میخوام من یک یادی بکنم از مردمی که در روزهای ابتدای سال با رخداد طبیعی سیل مواجه شدند در استانهای گلستان، لرستان و خوزستان، و آرزوی سلامتی بکنم برای یکایک مردم خوزستان و انشالله که زودتر موضوع سیل هم برطرف بشه و همچنین فعالین اقتصادی که از این اتفاق طبیعی هم دچار خسارت شدند. خدمت شما عرض شود که همینطوری که فرمودید موضوع رونق تولید، موضوع توجه به اقتصاد، موضوعی که سالهای اخیر مد نظر مقام معظم رهبری بوده و به عنوان شعار سال اتفاق افتاده. من فکر میکنم برای اینکه رونق تولید یا همون افزایش توان تولید امسال محقق بشه، در مرحله اول بایستی ما از شعار، از همایش ها و از سخنرانی ها و دستورالعمل و بخشنامه ها عبور کنیم و به فکر راه حل های عملی و قدم های جدی برای افزایش توان تولید باشیم. من فکر میکنم که نکته اول اینه که ما همزمان هم به بخش عرضه توجه داشته باشیم، هم بخش تقاضا. نکته دیگر اینه که هم برنامه کوتاه مدت ما برای افزایش توان تولید داشته باشیم، هم برای برنامه های میان مدت و بلند مدت. در بخش به اصطلاح کار کوتاه مدت راه حلی هست، مثل حمایت از خرید، نمیدونم تسهیلات به واحدها یا به خریداران و کارهایی از این قبیل. و برای کار بلند مدت در اینه که ما به فکر رشد اقتصادی و در واقع یک رونق دراز مدت باشیم که همون تشکیل سرمایه یا سرمایه گذاریه. خب تشکیل سرمایه هم در واقع همون خلق ارزش افزوده واقعیه که این اتفاق نمیفته مگر اینکه در یک شرایط و لوازمی که اون هم باز خودش میشه باز دو شکل ما به اون نگاه کنیم. یعنی اینکه اگر قراره که تشکیل سرمایه به اصطلاح در کشور اتفاق بیفته، مستلزم اینه که ما هم یک کارهایی رو به اصطلاح دولت انجام بده و یک قدم هایی رو برداره. در وهله اول اینه که دولت بایستی، من فکر میکنم که بدهیش رو به شبکه بانکی و بانک مرکزی کاهش بده، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی کاهش پیدا بکنه. بعد از طرف دیگه هم ما واقعا شاهد بهبود فضای کسب و کار باشیم،
قانون رفع موانع تولید رو واقعا اجرا بکنیم، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار رو به صورت کامل بتونیم در جامعه اجرا بکنیم و توی بحث رقابت پذیری و بحث‌های مثل اوکراینی خوب در بخش اقتصاد هم واقعا یک قدم‌های اساسی برداریم. خلاصه عرضم اینه که من معتقدم که با وجود همه محدودیت‌ها، با وجود بحث‌های مثل تحریم و با وجود شرایط اقتصادی، باز هم امید به تشکیل سرمایه در بخش‌های مختلف، امید به رونق تولید وجود داره و میسر و عملی است، به شرط اینکه ما واقع بین باشیم. یعنی به جای پاک کردن صورت مسئله، با واقع بینی شرایط رو بتونیم ترسیم بکنیم و سیگنال غلط و مبهم به جامعه به اصطلاح القا نکنیم. خیلی متشکرم آقای مقیمی. من در حسن نیت دولت هیچ شکی ندارم که واقعا ارادش بر این هست که موانع تولید رو برطرف بکنه و حضرت عالی رو هم یک شخصیت صاحب نظر در صنعت میدونم. اما الان ما دو تا نگاه داریم. یک نگاه رو آقای دکتر صلاح ورزی اشاره کردن، ما در واقع اصلاح نظام بانکی نیاز داریم، اصلاح نظام مالیاتی نیاز داریم، اصلاح بودجه و فضای کسب و کار و قص الهازا احتیاج داریم. آیا ما باید از این سمت شروع بکنیم رونق تولید رو، یا نه می توانیم از پایین شروع بکنیم، یعنی ایجاد انگیزه و هدایت سرمایه های خرد به سمت تولید و در نتیجه وقتی که اینها به ثمر میرسه خودش بیاد و ساختارها رو یکی یکی اصلاح بکنه؟ یک مثال بزنم، مثلا ما در استارتاپ ها و احترام شب بخیر دارم خدمت همه هموطنان عزیزم و خدمت شما و مهمان گرامی. بنده هم به نوبه خودم از اتفاقاتی که بالاخره در ایام ابتدایی سال در کشور اتفاق افتاده موجب یه سری آلامی شده در بین هموطنان عزیزمون، برای همه اونها آرزوی توفیق میکنم و امیدوارم که هرچه سریعتر بتونیم از این فضا خارج بشیم و انشالله فضای به اصطلاح رونق تولید رو در کشور بتونیم بیشتر از پیش فراهم بکنیم. اعیاد شعبانیه رو هم عرض تبریک دارم باز من خدمت همه هموطنانم. در رابطه با موضوعی که بهش اشاره می‌فرمایید، من به نظرم میرسه که اینها لازم و ملزوم هم دیگه، یعنی قطعا ما وقتی که فضا رو به گونه‌ای هدایت بکنیم حتماً به اصطلاح سرمایه گذاری توی این فضا شکل میگیره، حتما کسانی که بالاخره در حوزه تولید به نوعی فعال هستن یا پتانسیل فعال شدن دارن رغبت میکنن در این فضا ورود پیدا میکنن. ما قطعا وقتی فضای کسب و کارمون روی فضای مناسبی طراحی بکنیم و زمینه سازی بکنیم، حتما مردم برای اینکه بتوانند توی فضای تولیدی و فضای کسب و کار وارد بشن، منفعتی رو برای خود ایجاد بکنن که از قبل این یه منافعی هم در سطح ملی برای کشور ایجاد بشه، ورود پیدا میکنن. این طبیعت کاره. یعنی موضوع بحث سرمایه گذاری و ایجاد یه سری زیرساخت ها لازم و ملزوم هم. پس میخوام بگم ما از هر دو طرف باید به اصطلاح ورود پیدا بکنیم، یکی اینکه شرایط رو مناسب بکنیم و این شرایط رو بتونیم خوب نمایان بکنیم و نمایش هم بدیم که بتوانند به اصطلاح سرمایه گذاران یا کسانی که بالاخره به نوعی در حوزه تولید کشور میتونن ورود پیدا بکنه. حالا اینکه تولید داره عرض میکنه مجموعه کل تولیده، بله. اینکه فقط صرفا تولید صنعتی نیست، بله. در حوزه کل تولید میتونن ورود پیدا بکنن و ما از هر دو طرف باید حرکت بکنیم که بتونیم این فضا رو ایجاد بکنیم. قطعا برای انجام این کار اعتقاد دارم به اینکه این به اصطلاح هدف گذاری که در سال 1398 اتفاق افتاده به دنبال مجموعه ای از فعالیت ها و نامگذاری هایی که در سنوات گذشته، حداقل در 10 سال گذشته که یکی از محورهاش بالاخره محور بحث اقتصاد تولید بوده،
این در ادامه اون به اصطلاح مجموعه نامگذاری هاست و باز اعتقاد دارم به اینکه رونق تولید به اصطلاح محدود و محصور به سال 1398 هم نخواهد بود. رونق تولید حتما در سال 1399 و در ادامه، چه بسا که نامگذاری هایی که در سالهای گذشته هم اتفاق افتاده در سال جاری باید ادامه پیدا بکنه. من به عنوان نمونه سال 1397 نامگذاری شد توسط مقام معظم رهبری به نام حمایت از کالای ایرانی. اون نکته که جناب آقای سلاورزی اشاره کردن که خب ما برای اینکه بتونیم تولید رو رونق بهش ببخشیم، قطعا یکی از فضاهاش فضای بحث مربوط به بازاره. خب این بازار یکی از الزاماتش بحث مربوط به حمایت از کالای ایرانیه، یعنی من باید شرایطی مهیا بشه به اینکه بتونیم جایگزین کنیم محصولات ایرانی رو به جای محصولاتی رو که حالا به نوعی ممکنه به اصطلاح پیش از این توسط به اصطلاح تولید کننده ها خارج از کشور تامین می‌شده. حالا یه بخش اینه جناب مقیمی، جناب دکتر سلاورزی، یه بخش هم اینه که ما تو بازاریابی ضعف داریم. یعنی یکی از دلایلی که من نوعی نمیام سمت تولید، ترس از این هستش که محصولی که میخوام تولید بکنم آیا بازار داره یا نداره و کسی نیست منو راهنمایی بکنه، چه در کشاورزی چه در صنعت معدن و خدمات، بگه آقا من تقریبا مثلا با 90% میگم شما بازار داری، بازار خوبی هم داری که من بتونم سرمایه‌مو بیارم. ببینید فرمایش شما کاملا درسته، ولی میخوام بگم که واقعیت امر هم این هستش که همه این موضوعات در شرایط امروز کشور و دنیا یک کار تخصصی و حرفه‌ایه. یعنی اینکه فکر کنیم مثلا فرض کنید که همه کس میتونن خودشون کار تبلیغات بکنن، این شاید سرانجام خیلی خوبی نداشته باشه. باید بپذیریم که در همه این حوزه‌ها افراد متخصصی وجود دارن و ما هم به عنوان تولید کننده باید این کار رو بسپریم به این کسانی که توی این فضا حرفه‌ای هستن و میتونن توی اینجا برنامه داشته باشن، ارائه خدمت داشته باشن و از این فضاها استفاده کنن. یعنی میخوام اینطور عرض بکنم که تولید به ماهو و تولید فقط و فقط رو موضوع بحث به اصطلاح فعالیت های درون یک بنگاه خلاصه نمیشه. اتفاقا توفیق در تولید بخش قابل توجهش در بحث تدارکات تولیده و بخش قابل توجه دیگریش در بحث فضای بعد از تولیده که میتونه موفقیت های یک کسب و کار رو بیش از گذشته رقم بزنه. خب توی این فضا بحث تولید هم اهمیت قابل توجهی داره، ولی سهم اون در موفقیت کسب و کار شاید در مقابل اون دو به اصطلاح فاکتور قبل به اصطلاح تدارکات تولید و حتی بعد از تولید سهمش سهم خیلی به اصطلاح قابل توجهی نباشه، گرچه موضوع پر اهمیتیه. نکته‌ای هست اشاره بفرمایید تا بریم سراغ تلفن. تصورم اینه که اگر تولید رو به مثابه یک سیستم بخوایم ببینیم، ما با توجه به مداخله در بازارها و دخالت‌های مکرری که در بازارها داریم، اینو سیستم و فرایند تولید رو تبدیل به شیر بیال و دمشکم کردیم. یعنی عملا ما مثلا انتظار داریم تولید رقابتی با کیفیت فزاینده ای داشته باشیم در شرایطی که دولت داره در همه بخش‌های بازارها داره دخالت میکنه در فضای کسب و کار، هم از تامین اجتماعی، مالیاتی، سیستم بانکی یا حتی مقرراتی که تو حوزه صادرات واردات هست، اینها اجازه تولید رقابتی رو در واقع سلب کرده. لذا اگر ما به دنبال افزایش توان تولید و تولید رقابتی هستیم، مستلزم این هست که هم دخالت در بازارها و سرکوب قیمت‌ها رو به اصطلاح اصلاح بکنیم، همین که فضای کسب و کارمون رو در این حوزه از نظر مقرراتی بهبود بدیم. نکته درسته، منتها ملاحظه داره دیگه. یعنی الان هیچ دولتی تو هیچ کجای دنیا بازار رو ول نمی‌کنه به معنای واقعیش. نه، بالاخره سیستم نظارتی، سیستم ریگولاتوری، بله. خدمت شما عرض شود بحثای این شکلی یا تولید کالای عمومی، حالا میگم ملاحظات داره انجام میده، ولی اینجوری... این که در همه بخش ها بخواد مداخله بکنه و سرکوب قیمت بکنه، خب این اساسا اجازه به توسعه تولید رقابت پذیر نمیده. بریم ما ببینیم نبض این صنایع کوچک ما چجوری میزنه. ارتباط داریم با آقای عزیز محمدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک. سلام، شبتون بخیر. بنده عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم، همینطور شما موجه گرامی و مهمانان عزیزمون که در استودیو شرف حضور دارن، و به نوبه خودم با توجه به قضیه سیل و سیلاب که در تعدادی از استانها به او پیوسته اظهار همدردی دارم، و اما به حمدالله با نیت اینکه توفیق شد در این استانها تعدادی از اون حضور پیدا بکنم، با همدلی و اتحادی که بین مردم و همه عزیزان
سندگران، کارگران، ملت شریف، مسئولین محترم تلاشایش صورت گرفته و الحمدلله خیلی عالی داره این مشکلات مهار میشه و بخش اعظممون هم مهار شد علل خصوص در حوزه شرکای صنعتی ایران. خیلی متشکرم آقای عزیز محمدی. ما الان در حال حاضر در شهرک‌های صنعتیمون چند واحد به طور 100% فعالن، چند درصدشون 100% تعطیلند، چند درصد بالای 50%، بین 50 تا 70% و همینطور کمتر از 50%. اینها رو به ما درصداشو بگید. بله، جهت استظهار شما و بینندگان محترم مستظهر هستید در سطح کشور 811 شهرک و نواحی صنعتی فعال هستند. در این شهرک ها بالغ بر عرض خدمت شما که 43,458 واحد صنعتی تا پایان سال 1397 پروانه بهره برداری اخذ کردند با برآورد اشتغال مستقیم 876 هزار نفر که 10,822 مورد از اینها عملا از فعالیت کافی برخوردار نیستند. اما با عنایت به تلاش هایی که صورت گرفته خوشبختانه ما سال گذشته 1,896 واحد رو تونستیم در واقع با همه تلاش هایی که خود صنعتگرای عزیز، کارآفرینا، مسئولین محترم دست به دست هم دادن به چرخه تولید برگشتن که 30,862 اشتغال جدید از طریق اینها حاصل شد، علاوه بر 2,377 واحد جدید صنعتی بهره برداری رسیدن. در این واحد هم 39,000 شغل جدید ایجاد شد، یعنی جمعاً بالغ بر 70,000 شغل در این واحدهایی که مجدد راه اندازی شد و واحدهای جدید ایجاد اشتغال کردند. آقای عزیز محمدی با ظرفیت تولیدشون لطف کنید بگید این رو. بله، خدمت شما عرض هستم که 6,469 واحد با ظرفیت بالای 70% فعال هستند. بین 50 تا 70% ظرفیت راندمان تولید 12,533 واحد فعال هستند در این شهرک‌های صنعتی و 13,634 واحد هم با ظرفیت پایین 50% کار می‌کنند. با عنایت به اینکه امسال سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده، تمام همت و تلاش بر این هستش که انشالله راندمان اینها ارتقا پیدا بکنه و امسال ما در 31 استان برش استانی رو داریم که مجددا در واقع بخش قابل توجهی از این حدود 10,000 واحد صنعتی که فعال نیستن به چرخه تولید برگردن. آقای عزیز محمدی، عمده مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل چیه؟ عرض شود که اینها رو ما اگر بخوایم دستبندی کلی داشته باشیم، همونطور که دوستان عزیزم اشاره فرمودن، یکی از مهمترین مقوله‌ها، اولین شاید و جز مهمترین مقوله‌های مهم در امر تولید، بحث بازار هستش. و الحمدلله ما در 15 کشور همسایه که داریم در مقوله بازارهای صادراتی تلاش‌های خیلی خوبی صورت گرفته و سال گذشته ما صرفاً از واحدهای صنایع کوچکی در شهرک‌ها مستقر هستند بالغ بر 3,750,000,000 صادرات این واحدها بودند. یکی از نکاتش در واقع بحث بازار هست و دستیابی بازارهای صادراتی که در این راستا کنسرسیوم‌های صادراتی 28 مورد سال گذشته ایجاد شدن و طبق برنامه‌ای که امسال داریم انشالله تلاش بر این هستش این ارتقا پیدا بکنه. نکته دوم بحث محوله‌هایی هستش که در رابطه با چون واحد صنعتی که جدید ایجاد میشه، به هر حال این یه در واقع دوران عمری رو داره. بحث بروزاوری تکنولوژی اینها هستش که در این راستا ما انتقال فناوری در این حوزه بحث GIS-Z رو با آلمان از سال گذشته فعال شده، با کره جنوبی به همین ترتیب. و مقوله مهم دیگه پرداختن به شرکت‌های دانش بنیان هستش. بیش از 300 شرکت دانش بنیان در این شهرک‌های صنعتی مستقر هستند. و مواردی هم بعضن به اصطلاح پیش میاد که در رابطه با یه موقع می‌بینی یه درصدی از این واحدها شاید چون کار تیمی باید انجام بشه، واحدهای صنعتی در این مقوله نیاز به فعالیت داره. در بحث بعضن این واحدهایی که فرض کردم بالغ بر حدود 1900 واحد صنعتی به چرخه تولید برگشتن، شاید بعضی از اینها مشکل مالیاتی داشتن، مشکل با تامین اجتماعی داشتن، مشکل در تامین سرمایه در گردش داشتن. الحمدلله با در واقع برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفته و علل خصوص در استان ها مدیران کل در واقع با مدیریت ارشد استانداری ها و همینطور هدایت وزارت مطبوع و سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی، بخش قابل توجهی از اینها مشکلات رو فائق اومدن. متشکرم آقای عزیز محمدی جانم. متشکرم، خیلی لطف کردین.
با شما خداحافظی میکنم. نکته خاصی؟ آقای محمدی فرمودند به نظر میرسه که خب هیچ مشکلی نیست. نه دیگه، یعنی همه شدن. من الان میگم نرخ رشد صنعت ما منفی 1.2 بوده. بله. یعنی خودش همه چیه. نگران نباشید، ما حواسمون هست. ما بریم بحث یه مقدار گرم بکنیم. آقای سهلاوادی عزیز پشت خط ما هستن. سلام، شبتون بخیر. جناب سهلاوادی؟ خب فکر کنم ارتباطمون قطع شده. جناب سلاورزی، جناب مقیمی، ما امشب میخواییم برای مردم یک حرف داشته باشیم. حالا از این مسائل و به هر حال مشکلات بانکی مالیاتی چه و چه، واقعا برای کسی که سرمایه داره میخواد وارد تولید بشه چیزی در نمیاد. من الان من نوعی اگر مثلا به آقای سلاورزی که تولید کننده هست در اتاق ایران سمت داره بگم آقا من مثلا این مقدار مثلا 100 میلیون تومان 500 میلیون تومان سرمایه دارم، شما به من چجوری راهنمایی میکنین که برم تولید بکنم؟ حالا تولید میتونه خدمات باشه، میتونه کشاورزی، میتونه صنعت. ببینید، خب همینطوری که فرمودید در حوزه‌های مختلفی امکان سرمایه گذاری با رقم‌های کم و به اصطلاح مشاغل کوچک امکان پذیر هست. در بخش خدمات فرصت‌های زیادی وجود داره. در حوزه گردشگری ما در کشور مزیت‌های بسیار خوبی داریم. اگر که فردی سرمایه داشته باشه بخواد این سرمایه رو خودش مستقیماً وارد امر تولید نشه، از طریق بازار سرمایه امکانش هست که به اصطلاح این منابعش رو درگیر به اصطلاح فرایند تولید بکنه. در مجموع من هم موافقم با شما که کشور هم ظرفیت افزایش تولید داره، همین که ما مشکلی به عنوان بازار نداریم. یعنی ما نه مشکل بازار داریم نه مشکل بازاریابی. الان با توجه به افزایش قیمت ارز امکان صادرات محصولات کالای ایرانی فراهم هست. منتها باز مستلزم این هست که ما از نظر مقرراتی مانع ایجاد نکنیم. الان مشکل تولید کنندگان و صادر کنندگان به ذمه بنده صادرات، بازارهای هدف یا بازارهای صادراتی نیست. مشکل اصلی تعدد مقررات، در واقع تصمیمات یک شبه و یک فضای نااطمینانی که اجازه برنامه‌ریزی نمیده. این آقای مقیمی توضیح. شما گوشی تلفن همراهتون هست الان؟ گوشیتون هست؟ نه نه. شما هست آقای مقیمی؟ من حالا این بحث رو میخوام بکنم که یک گوشی تلفن همراه آیا یک قاب محافظ میخواد یا نمیخواد؟ من. ما الان تو ایران چند تا گوشی تلفن همراه داریم؟ مثلا شاید 100 میلیون بالاتر باشه. این چقدر پیچیده است؟ اگر پلاستیکی باشه که مواد اولیه‌اش مال خودمونه، چرم و حالا چرم مصنوعی هم باز همینطور، ولی 100% داره وارد میشه. خب این یه مثال خیلی خوبه که از رگ گردن به ما نزدیکتره. آقای مقیمی، شما در وزارت صنعت اینها رو معرفی بکنید به مردم که اینها بیان این بازار، بازارم داره دیگه. خب همونتر. باید ببینیم دلیل این که تولید کننده ایرانی نمیتونه رقابت بکنه با اون مشابه خارجی، حتما موضوع قیمت دیگه، یعنی مشابه خارجی داره میاد و ما نمیتونه تولید کننده. خب بذارید آقای مقیمی الان مشکل حل این فضا من به نظر میرسه که بخشی برمیگرده به اینکه شاید مثلا ما برخی فرصت های سرمایه گذاری رو باید به مردم معرفی بکنیم. اینکه حالا این کار فی نفسه میتونه اقتصادی باشه، آیا تو این مثلا فرض کن تیراژ تولیدی که ما مثلا بازارهای داخلیمون رو در نظر بگیریم یا حتی بازارهای مثلا اطرافمون رو در نظر بگیریم باز اقتصادی میشه؟ چون برخی از کارها فرآیندها و میزان تولید باید فراتر از اینها بشه تا بتونه مثلا به بحث اقتصادی برسه. موضوعاتی رو که دوره مصرف خیلی کوتاهی داره، خیلی بلافاصله سلیقه ها تغییر میکنه و افراد علاقمند هستن که تو این فضا مثلا با تکنولوژی روز بخوان حرکت بکنن. اینا نکاتی هستش که مهمه و حتما ما، البته من اینجا نکاتی رو عرض خواهم کرد که تو چه فضاهایی اگر واقعا کسی علاقمند هست که حضور پیدا بکنه ما اصلا دعوتش میکنیم. به دلیل اینکه بله عرض میکنم. ببینید، ما در بحث رونق تولید یه نکته کلی رو عرض بکنم بعد برم سر مصادیق که چه حوزه های الان واقعیت قابلیت ورود اش وجود داره برای به اصطلاح توسعه و رونق در حوزه تولید اون رشته صنعت ها.
اونم این هستش که ما بالاخره این رو هم باید بپذیریم، در حوزه رونق تولید باید متمرکز بشیم. تمرکزمون هم باید بره به سمت اینکه اول ظرفیت‌های موجود تو کشورمون رو مد نظر قرار بدیم. اگر بخوایم مثلا فرض بفرمایید که در حوزه رونق تولید با شرایط امروز کشورمون ورود پیدا بکنیم، آیا به اصطلاح صنایعی رو که مزیت‌های رقابتی در کشور برش داریم جزء اولویت‌ها باید قرار بگیره یا نباید بگیره؟ اینکه مواد صنایعی رو که مواد اولیه اونها مثلا کمتر وابستگی به خارج از کشور داره باید اولویت قرار بگیره یا نباید بگیره؟ اونهایی که ما میتونیم به اصطلاح بازارهای حداقل همین بازارهای اطراف منطقه و بازارهای داخلیمون، این که ما مثلا در حوزه ورود پیدا بکنیم که واردات ما قابل توجه در اون حوزه، اینها نکاتی هستش که ما در مجموعه وزارت صنعت اینا رو الان احصا کردیم. یعنی من به تفکیک میزان وارداتمون، میزان صادراتمون، وابستگی حتی حوزه به حوزه رو مشخص کردیم که چه میزان وابستگی به خارج از کشور داره. اگر هم یه جاهایی نمیتونیم از این وابستگی در شرایط در کوتاه مدت کاهشش بدیم، مکانیزم های تامین موادش حالا باید به چه ترتیب باشه تا من بتونم رونق رو درش شکل بدم. حالا در بحث مربوط به حوزه هایی که الان میتونم به صورت خاص بهش اشاره بکنم که این حوزه ها الان پتانسیل داره برای ورود، بحث حوزه صنعت غذامونه. خب در این حوزه هم دانش داریم، هم تجربه داریم، هم مواد اولیه داریم، هم بازار داخلی داریم، هم بازار خارجی داریم. خب الحمدلله ما الان در همین حوزه بالاخره با کاهش در از نظر وزنی در صادرات افزایش در به اصطلاح ارزش صادرات داریم. خب این یعنی چی؟ به معنای به اصطلاح زبان عامیانش میشه این که ما ارزش بیشتری داریم به اصطلاح تو کشور ایجاد میکنیم و صادر میکنیم. خب این همون جایی هستش که ما همیشه داریم به اصطلاح تاکید میکنیم باید از خام فروشی بریم به سمت جاهایی که داریم ارزش ایجاد ارزش افزوده میکنیم برای صادرات. در بحث مربوط به حوزه پوشاک، ما الان به اندازه کافی هم بازار در داخل کشور داریم. سیاست هایی رو که توی سال 1397 که ریشه و این حوزه ها برمیگشت به سال 1396 که طرحهایی اومد، بررسی هایی انجام گرفت، خب اینها منجر به یه سری سیاست ها در سال 1390 البته تکمیل نشده، ولی حداقل میتونم بگم که خب ما در بحث وارداتش که خب الان ممنوع شده با این میزان نرخ ارزی هم که الان در کشور هست، حتی میزان قاچاقی که الان در کشور هم که از گذشته یه بخشی وجود داشت به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده. ضمن اینکه ما از با به اصطلاح کمک همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه در حوزه مبارزه با قاچاق این کالا هم به صورت خاص ورود پیدا کردیم و الان که من همین تو ایام نوروز برخی از این تولید کنندگان توفیق پیدا کردیم که حالا اون ایام به اصطلاح زیارتشون می‌کردم، یکی از نکاتی که به من اشاره میکردن این استش که برخی از واحدها به من میگفتن ما یکی دو روز بیشتر تو ایام نوروز تعطیل نبودیم، بقیه ایام رو داشتیم کار میکردیم. خب این نشون میده که من پتانسیل وجود داره، توانمندی وجود داره، به اصطلاح علاقمندی وجود داره، به اصطلاح به نوعی حاشیه سودش هم حاشیه سود نسبتا خوبیه که رغبت ایجاد میکنه. این همون پاسخ اون سوال ابتدایی خود حضرت عالی هستش که خب بالاخره ما کجا باید چیکار بکنیم که این فضا ایجاد بشه. اینها مجموعه اون سیاستایی بود که در طول مثلا شاید یک سال، شاید بیش از یک سال مثلا در گذشته شکل گرفت، الان داریم نتیجهش میبینیم. قطعا یه بخشی از این فعالیت ها گرچه مقام معظم رهبری تاکید ویژه به اصطلاح داشتن به اینکه آقا مجموعه اقداماتی رو تو دستور کارتون قرار بدید که در سال 1398 میتونه به نتیجه برسه. خب ما در همین حوزه یکی از برنامه هامون بحث ساخت داخل کردن برخی از همون مواد اولیه مورد نیاز در این صنعته. خب من اینجا دعوت میکنم پوشاک. بله صنعت پوشاک، من الان صنعت پوشاک نساجی پوشاک رو دارم عرض میکنم، یعنی از اون حلقه ابتداییش که به اصطلاح پنبه هستش تا اون به اصطلاح مراحل پایینی تو حوزه های تو مسئول نهایی در حوزه کف پوشاک هست، در حوزه کیف و کفش هست. اینها جاهایی هستش که الان در کشور هم پتانسیل وجود داره هم ظرفیت وجود داره. یعنی من میخوام دعوت بکنم، حتما ضرورت نداره تو ما یه جاهایی بریم حتما مثلا فرض کنید که سرمایه گذاری از حوزه زیرساختش انجام میدیم. زیرساختش موجوده در کشور، اینها شناسایی شده در اختیار قرار میدیم، با بیان به اصطلاح تجربه دارن، دانش دارن، ماشینالات دارن، اینها رو بیارن تو همین بنگاه های موجود
به اصطلاح ظرفیت ها، همین سوالی که شما از آقای عزیز محمدی سوال به اصطلاح پرسیدید که آقا ظرفیت واحد های مثلا غیر فعالتون چه، بخشی از این واحد های غیر فعال تو فضای امروز کشور قابلیت راه اندازی داره. فقط باید این حلقه ها رو با هم دیگه بسازیم. سوال آقای صلاح ورزی رو بکنم که حالا من اومدم گوش کردم به حرف شما، وارد قضیه شدم، هر روز یه بخشنامه گذاشتین جلوی من، من مثلا رفتم بازار صادراتی پیدا کردم مشتری، قرارداد بستم، یهویی بخشنامه شما میاد میگه که آقا صادراتش ممنوع، یا قص علی هازا مواد اولیه و اینها، اینم به هر حال جزء مسائل هست که باید براش یک تدبیری اندیشیده بشه دیگه. و موارد دیگه‌ای که حالا من فکر می‌کنم که یه مقدار وارد این بحث بشیم، فضای کسب و کار، مسائل مالیاتی بانکی، همین بخشنامه‌های متعدد تجاری، خب برای اینها هم آقای مقیمی باید واقعا یعنی افق پیش رو باید مشخص باشه. بله همینطوره.
دیدیم به اینکه بالاخره کجاها مثلا تخصیص های نامناسبی بوده. سخت نیستش، یعنی شما کافیه که واحد تولیدی که اسمش هست خودش نیست رو حذف کنید، به زودی منتشر می‌کنید، تموم شد رفت. یعنی در بحث شفاف سازی که یکی از به اصطلاح دیگر از برنامه‌های ما در حوزه رونق تولید هست، به زودی اینها رو منتشر می‌کنیم که سهمیه واحدهامون در بحث به اصطلاح مواد اولیه اون دسته از مواد اولیه که با کسری مواجه هستیم چیست و میزان خریدی که اینا دارن انجام میدن به چه میزان بوده و میزان تولیدش هم میذاریم کنارش. این سه تا آیتم کاملا مشخص میکنه که حالا چه بخشی از این مواد اولیه به اصطلاح دریافت شده، چه بخشیش تولید شده و یه چه بخشیش ممکنه در انبارها رسوب کرده باشه. یک پیشنهاد عملیاتی میخوام از بخش خصوصی برای دولت که امسال بتونه در تحقق شعار سال موفق باشه. من اگر خیلی کوتاه و مثلا بخوام در یک جمله بگم و عملیاتی همین بهبود فضای کسب و کار و بهبود بستر مقرراتیه. یعنی ما الان تو حوزه های مرتبط با تولید باید یک شرایطی رو فراهم بکنیم که اساساً این نکته که شما فرمودید یعنی مزیت به وجود میاد. این که ما میگیم هدایت نقدینگی به تولید، این یه بیمعنیه به نظر من. من فکر میکنم که بالاخره این یه ابزاریه، هر وقت ما میخواییم در بازارهای مالی پرطرفدار به اصطلاح مداخله بکنیم، یه روز بگیم خرید و فروش ارز ممنوعه، یه بار بگیم مالیات میخواییم بر خرید و فروش طلا بذاریم یا هر کار دیگری، از این عبارت استفاده میکنیم. ما اگر بتونیم مزیت ایجاد بکنیم، خود به خود سرمایه میره به سمت تولید. بله. خب برای اینکه مزیت وجود بیاریم، خب ما باید اینه که دخالت در بازار نکنیم، که تولید کننده رقابت داشته باشه که تولید بکنه و بفروشه. بازار هم به اصطلاح یک مکانیزمی داره که خودش به تعادل میرسه، یعنی اصلا نگران افزایش به اصطلاح سرسام‌آور قیمت‌ها نباید بشیم، این اتفاق نمیفته در نظام واقعی. بازار صابون وزیر و رئیس جمهور اینا به تنش نخورده، وقتی یه اتفاقی میفته یه قیمتی بالا میره همه به خط میشن و بالاخره قیمتا که در هر صورت بله ذات قیمت تغییره. من واقعا آرزو دارم، نمیدونم این آرزو چقدر رویاییه، من که با فرمایش ایشون موافقم که بایستی یک تقسیم کار ملی واقعا انجام بشه. ما بریم بگیم نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی، نظام بانکی و فضای مقرراتی به خصوص در حوزه صادرات و گمرک و امثال اون باید چگونه باشه که در خدمت تولید باشه و کمک کنه به تولید رقابت پذیر، نه به عنوان مانع تولید عمل کنه و در واقع نهایتا منجر به افزایش هزینه ها و افزایش قیمت تمام شده در تولید بشه. آرزو من اینه که اگر من نوعی میخوام وارد تولید بشم و سرمایه دارم، یه تماس تلفنی بگیرم یا با اتاق که در واقع تشکل بخش خصوصیه یا با دولت که شما باشین و یک تیم بیاد خونه من، دفتر کاری من و منو راهنمایی بکنه و از فرداش همه مجوزها رو هم به من بده تا من شروع بکنم. این خیلی رویاییه؟ الان بله، الان بله، الان جز محالات در ببینید واقعیتش بالاخره این موضوعات نکاتی هستش که شاید مثلا فرض کنید خیلی از جاهای دنیا الان تجربه دارن میکنن این مدل رو. برای ما هم دور از دسترس نیست، ولی مشروط به این که بخوایم برنامه ریزی بکنیم و متمرکز بشیم روی این موضوع قطعا دستیافتنیه. برای ما اهداف سخت‌تر از اینها رو بهش دست پیدا کردیم و توفیقات خوبی هم درش به وجود آوردیم. اینها هم دور از دسترس نیست، منتها حتما باید روش متمرکز بشیم. من اعتقاد دارم به اینکه تو سال 1398 ما باید یه مجموعی از پروژه هایی رو تعریف کنیم که اگر کل این سبد پروژه ها رو وقتی از به اصطلاح زوایای مختلف نگاه میکنیم، میبینیم که یه بخشی از این پروژه ها داره رونق رو در حوزه بازار رقم میزنه، این ارتباطش یه بخش دیگه از این پروژه ها داره رونق رو در تولید رقم میزنه که من بتونم به شاخص های مناسبی در حوزه تولید برسم، یه بخش دیگه ایشم میرسم به تدارکاتش. یعنی اگر من حالا در این به اصطلاح فرایند
درست انتخاب نکنم، یعنی تدارکات رو در یک جای رونق ببخشم که در تولیدش رونق اتفاق نمیتونه بیفته، و همینطور در موضوع بحث زیرساخت صادراتش بخوام برم یا بازارش کاری بکنم. اینا باید زنجیره‌ای با هم دیگه به اصطلاح گره خورده باشه. و فعالیت موافقین که در واقع یک جمعی با اختیارات کامل تشکیل بشود از نظام بانکی مالیاتی، شما در وزارت صنعت، ایشون از اتاق، و ببرن جلو مشکلات رو حل بکنن؟ به نظرم میاد که بشود این کار رو کرد. شما که بهتر از من میتونید حالا اشاره فرمودن، در واقع توی اون اندازه‌گیری شاخص‌های سهولت فضای کسب و کار دو تا عامل رو در نظر میگیرن، یکی تعداد مراجعات متقاضی سرمایه گذاری، یکی هزینه هایی که برای کسب مجوزها داره. ببینید ما متاسفانه خود وزارت اقتصاد یک کار خوبی کردن و اون دفتر پایش محیط کسب و کار درخت و اون چارت در همتنیدگی به اصطلاح مجوزها رو ترسیم کردن. آره خیلی این پیچیده است. من چون وقتم تمام شده اجازه بدید آخر برنامه یک درخواست و خواهشی هم از آقای مقیمی هم از وزارت سمت داشته باشم. بالاخره تو این حادثه سیل تعداد زیادی از بنگاه اقتصادی بر اساس سیلاب یا خط تولیدشون آسیب دیده یا انبارهای مواد اولیه و محصولاتشون. ما تقاضامون این هست که به صورت ویژه برای اینکه اینها متوقف نشه تولیدشون و بخشی از ضرر و زیانشون جبران بشه، انشالله یک برنامه حمایتی هم برای اینها در نظر داشته باشیم. برنامه حمایتی رو خب با توجه به اقداماتی که انجام شد و ما هم بر اساس همین تکلیفی که داشتیم از همون ساعت‌های ابتدایی در به اصطلاح کنار صنعتگرامون بودیم، مجموع اقدامات رو بسیج کردیم با ابلاغیه هایی که وزیر محترم صنعت به اصطلاح همکارانمون در استان داشتن. برنامه اجرایی را هم در یکی از ماموریت های اصلی اصلا ستاد پشتیبانی از سیل در ستاد وزارتخونه شکل گرفته. آقای وزیر این مسئولیت را هم به بنده دادن. هر نقطه نظر و دیدگاهی توی این حوزه وجود داره، ما یه مجموعه برنامه هایی رو تدوین کردیم. اگر بخش غیر دولتی ما یا هر کدوم از صنعتگران ما واقعا پیشنهادهای به سلام در این زمینه دارن، ما آمادگی کامل داریم در جلساتمون دعوت می‌کنیم. گرچه در این جلساتمون مواظب تشکل بخش غیر دولتی هم در حال استفاده هست. خیلی ممنونم از حضور شما و همچنین جناب مهندس مقیمی. ما در واقع امشب بخشی از نکات رو در مورد رونق تولید بهش اشاره کردیم. ما این بحث رو همچنان در طول سال ادامه خواهیم داد و سعی خواهیم کرد در تمام بخش‌ها، کشاورزی، صنعت، خدمات، معدن، مزیت‌های تولید رو به صورت عینی برای شما بشکافیم. خیلی متشکرم از توجهتون. شبتون بخیر. خدا نگهدار.